از 1962 بود که جهانیان این چهره را دیدند، به خاطر سپردند و دوستش داشتند. نامش بود ژان پل بلموندو. این چهره دینامیک و پرتحرک با راهنمایی کارگردانی بزرگ به نام آنری ورنوی، شاهکارهایی برای سینمای فرانسه و برای علاقمندان سینما در تمام جهان پدید آوردند که شکست و توفانگر از آن شمارند. در 1976 برای ششمین بار این دو نام در کنار بلموندو و ورنوی بزرگترین فیلم خود را می سازند. دوستم آقا زیکل نگران بود که شما با کی گرم گرفته بودین، با همسرم یا با دخترم؟ با خود شما آقا، این که از روز روشن‌تره. خب دوست عزیز، مثل این که وضع شما رو به راهه. آقایون ما وضع اونا رو به راه کردیم، ما اونا تربیت کردیم. بذارم به حسابتون مدرسه. خیلیش میکنم. خدا حافظ مدمزل. معذرت میخوام پسرین، مدمزل دیگر کوچولو بود. این که راه حل نیست، یه دندگیه. نه ولی خودش یه فکریه. بدن دشمن من. بر مبنای داستان فلیسیان مارسو، عضو اکادمی فرانسیز. فکر میکنم اینجا بود که نسبت به اون نفرت پیدا کردم. از اینکه میدیدم تو این دنیا مساوات نمیتونه وجود داشته باشه، شدیداً احساس تأثیر کردم. وقتی یه جای اسمش نامبر وانه، همه چیزش باید درجه یک باشه. غذا، آتراکسیون و دخترها. اما دیگه گذری در شبهای فرانسه با تمام هیجان، جذبه و زیباییش. پاپا، معرفی میکنم، فرانسوا لوکلر. بدن دشمن من.